سرخط خبرها. واکنش ها به گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی. گزارشگر ارشد سازمان ملل از تصمیم دولت بایدن برای تحریم نکردن بن سلمان ابراز تأسف کرد. ادامه فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان و ورود دستگاه قضایی به ماجرا. دادسرای نظامی برای حوادث سراوان تشکیل پرونده داد. با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن. روایت نرگس محمدی از پرونده قضاییش و بدرفتاری با او در زندان. این فعال حقوق بشر میگوید نمونه های تعرض به زنان زندانی در ایران کم نیست. و درخشش بالرین 16 ساله برزیلی که بدون دست به دنیا آمد. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. تصمیم دولت جدید آمریکا برای تحریم نکردن ولیعهد عربستان انتقادهای زیادی به دنبال داشته. آمریکا دیروز گزارش تشکیلات اطلاعاتی این کشور را منتشر کرد که در آن گفته شده دستور نهایی قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی را محمد بن سلمان صادر کرده بود. این روزنامه‌نگار منتقد 2.5 سال پیش در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به طرز فجیعی کشته شد. در پی انتشار این گزارش آمریکا 10 نفر از اتباع عربستان را تحریم کرد، اما نه آقای بن سلمان را. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته این کوتاهی خطیری است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. جمال خاشقجی 2 اکتبر 2018 هنگام ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای گرفتن مدارک لازم برای ازدواج، هنگامی که نامزد او در خارج از کنسولگری منتظر او بود، در داخل یک تیم 20 نفره سعودی مشغول تکه تکه کردن او بودند با اره الکتریکی. تیمی که با یک هواپیمای خصوصی با مجوز دیپلماتیک به استانبول آمده بود و 2 نفر از آنها هم پاسپورت دیپلماتیک داشتند. در همین اتاقهایی که کنسول چند روز بعد به خبرنگار نشان می‌دهد و همه چیز را انکار می‌کند. حالا دولت تازه آمریکا گزارش نهایی ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را که تاکنون محرمانه بود منتشر کرده. در این گزارش گفته شده ولیعهد عربستان تایید کننده نهایی این عملیات بود برای دستگیری یا قتل این روزنامه‌نگار. این ارزیابی بر اساس شواهد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان در رأس سلسله مراتب تصمیم گیری در عربستان است و نزدیکترین دستیار او و نزدیکترین محافظان امنیتی او در این قتل نقش داشتند. با این گزارش آمریکا می‌گوید می‌خواهد روابطش را با عربستان از نو درجه بندی کند. روابط ما باید بتواند در ارزش‌های ما و از منافع ما بهتر حفاظت کند. ما این تصمیم را نه برای قطع روابط که برای درجه بندی بهتر این روابط گرفتیم. دولت آمریکا در پی این گزارش 17 نفر از اتباع سعودی را تحریم کرده، اما نه محمد بن سلمان را که تصمیم گیرنده نهایی بود. 17 نفر به این خاطر تحریم شدند در ارتباط با قتل جمال خاشقجی، کسانی که بعضی از آنها نقش‌های به بزرگی نقش محمد بن سلمان نداشتند. این نتیجه منطقی این گزارش است که امروز منتشر شده که محمد بن سلمان باید تحریم شود، حساب‌های او باید مسدود شود، دارایی‌های او باید ضبط شود و به نظر من او باید از بعضی گردهمایی‌های دیپلماتیک هم منع شود. من نمی‌دانم چگونه دولت آمریکا می تواند از قدم هایی که باید منطقا بردارد خودداری کند. دولت آمریکا به نظر می رسد که نمی خواهد محمد بن سلمان را که عملا اداره کشور را به عهده دارد و پادشاه آینده کشور خواهد بود تحریم کند. اگرچه حالا قرار است که روز دوشنبه تصمیم های بیشتری در این ارتباط اعلام کند و از جمله محدود کردن فروش تسلیحات در این ریل گذاری تازه در روابط آمریکا با عربستان. کسرا نجی، بی بی سی.
منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک آمریکا با ما هستن. آقای فرهنگ، آقای بلینکن از درجه بندی بهتر روابط آمریکا با عربستان میگه ولی به دنبال تحریم ولیعهد عربستان نیستند بعد از این گزارشی که منتشر شد. الان آیا میتونیم بگیم که با توجه به این موضوع درجه روابط عربستان و آمریکا چیه؟ من فکر میکنم روابط ایران با عربستان سعودی تغییر اساسی نمیکنه. واقعیت اینه که همیشه وقتی آمریکا انتقاداتی راجع به نفی و نقض حقوق بشر در خاورمیانه داشته، عربستان سعودی اونطور مورد انتقاد قرار نمی گرفته که مثلا سوریه یا عراق صدام حسین یا ایران قرار می گرفتن. علتش هم منافع وسیع اقتصادی و امنیتی آمریکا در اونجاست. ولی این بار اتفاقی که در اینجا افتاد یکی وحشیانه و فاجعه بار بودن قتل جمال کاشفچی از یک طرف، و دوم اینکه او مقیم آمریکا و نویسنده روزنامه واشنگتن پست بود، به این دلیل عکس العمل به این قتل در آمریکا و در سراسر جهان بسیار وسیع بود و روزنامه‌های خیلی معروف و معتبر آمریکا از دولت می‌خواستند که در این رابطه اطلاعات و گزارشات وسیعی در اختیار اونها بگذاره. به همین دلیل بود که سازمان سیاسی سیا وارد کار شد و گزارش محرمانه ای تهیه کرد، و اینقدر مهم بود برای تهیه این گزارش که رئیس سیا خانم جینا گسپل شخصا سفر به ترکیه کرد که بتونه اسناد و مدارک و شواهدی که دولت ترکیه در این رابطه داشت کسب کنه. و کنگره آمریکا لایحه‌ای صادر کرد که این گزارش محرمانه باید علنی بشه، ولی پرزیدنت ترامپ به خاطر منافع خاص خانوادگی خودش از این کار امتناع کرد تا اینکه دیدین پرزیدنت بایدن سر کار اومد و تصمیم گرفت که این گزارش محرمانه رو افشا کنه. آقای ترامپ یک سری از منافع رو در نظر گرفت، ولی به نظر میرسید که به هر حال انتظاری که از دولت بایدن میرفت متفاوت بود، مخصوصا در زمینه حقوق بشر، ولی به نظر میاد او هم یک سری از منافع آمریکا رو داره در نظر میگیره و نه حقوق بشر رو. کاملا درسته. بایدن سعی کرده یک توازنی بین ارزش‌های حقوق بشر و منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا در عربستان و سعودی ایجاد بکنه. بسیار بعیده که بالاتر از این بره، برای اینکه عربستان هم در رابطه با به خاطر روابط نسبتاً دوستانه که با اسرائیل داره پیدا میکنه و هم به خاطر خطراتی که از جانب ایران وجود داره و به اضافه منافع اقتصادی وسیعی که آمریکا در اونجا داره، این رابطه ادامه خواهد داشت. ولی وضع طوری بود که سکوت نمیشد کرد، از طرف دیگه منافع اینقدر عمیق بود که نمیتونستن محمد سلمان رو تنبیه بکنن، تحریم بکنن، و کسان دیگری رو که تنبیه و تحریم کردن به نظر من بیشتر جنبه نمادین داره تا تأثیر اساسی توی روابط دو کشور. ممنونم از شما منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره بمباران پایگاه شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران در شرق سوریه گفته هدف این حمله هشدار به ایران بوده تا به گفته او حواسش را جمع کند و بداند اقداماتش بی پاسخ نمی‌ماند. حمله پنجشنبه شب به دستور آقای بایدن صورت گرفت و اولین فرمان او برای حمله نظامی از زمان به قدرت رسیدنش بود. آمریکا میگوید این عملیات در پاسخ به حملات اخیر شبه نظامیان به مواضع آمریکا در عراق بوده. رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس میگوید ایران میتواند از طریق کانال بشردوستانه سوئیس برای خرید واکسن کرونا اقدام کند. شریف نظام مافی به خبرگزاری ایلنا گفته اعتبار این خرید میتواند از بدهی های کره جنوبی به ایران تامین نشود. رسانه های کره جنوبی میگویند آمریکا به طور اصولی پذیرفته که بخشی از دارایی ایران در آن کشور به کانال سوئیس واریز شود. هرچند 7 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت ایران به دلیل تحریم آمریکا در کره جنوبی مسدود مانده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید محدودیت‌های کرونایی ممکن است ماه‌ها در این کشور ادامه داشته باشد. به گفته آقای روحانی شرایط همه‌گیری سخت‌تر شده و نوروز امسال هم محدودیت‌ها برای ایرانیان وجود خواهد داشت. او همچنین گفته واکسیناسیون عمومی ممکن است دست کم 6 ماه زمان نیاز داشته باشد. در هفته‌های اخیر برخی استان‌های ایران مانند خوزستان شاهد افزایش قابل توجه آمار ابتلا و فوت بر اثر کرونا بودند.
در ایران قوه قضاییه میگوید برای حوادث سراوان در دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان پرونده تشکیل شده. علیرضا موسایی دادستان نظامی اون استان هجوم معترضان به ساختمان فرمانداری سراوان را تعرض مسلحانه خوانده و گفته این کار را به گفته او اشرار مسلح و معاندان انجام دادند. این در حالی است که در تصاویر منتشر شده در دست معترضان اسلحه دیده نمی‌شود. اعتراض‌ها در پی تیراندازی ماموران به سوختبران در مرز سراوان با پاکستان صورت گرفت که روز دوشنبه اتفاق افتاد و در آن عده‌ای از سوختبران کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته مسئولان خودشان راضی بودند برای دور زدن تحریم‌ها سوخت از مرز خارج شود. پویا قربانی همراه ماست که واکنش‌ها به اتفاقات اخیر سراوان رو پیگیری کرده. بیشتر بهمون بگو پویا. بذارید از تحولات دیروز و امروز شروع کنیم و بعد به واکنش‌ها برسیم. ما ویدیوهایی از آشار، منطقه آشار، بخشداری آشار داریم که در اونجا دیشب دیده می‌شد که در بخشداری در اونجا آتش گرفته. همینطور تصاویری از حمله‌های انفرادی داشتیم با مواد آتش‌زا. کمپین فعالین بلوچ تایید کرده از ادامه اعتراضات در چند شهر به صورت پراکنده. همینطور ویدیوهایی که ما تونستیم تایید کنیم که نیروهای ضد شورش رو نشون میده که از استانهای همجوار دارن به اون منطقه میرن دیروز، و همینطور گشت هوایی با هلیکوپتر. امروز پیکر اون سرگروهبان مرزبانی کورین که در جریان اعتراضات کشته شده بود به زادگاهش در خراسان شمالی منتقل شده، و ما میدونیم که در جریان این اعتراضات دست کم 10 نفر از جمله کودک اونطور که منابع محلی میگن کشته شده. اما واکنش‌های رسمی هم این اتفاقات داشته. من خیلی سریع سعی می‌کنم اونا رو بگم. مصطفی محامی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان در خطبه‌های دیروز نماز جمعه از نیروهای نظامی تشکر کرد، اما عنوان کرده که آیا میشد تدبیر دیگری اندیشیده بشه برای برخورد، و در کل از رسانه‌هایی که این موضوع رو پوشش دادن انتقاد کرد و اونها رو دشمن و معاند خونده طبق روال مقامات جمهوری اسلامی. و البته از صدا و سیما بابت کمکاریش هم انتقاد کرده، گفته که کمکاری صدا و سیما باعث شده که مردم برای پیگیری اخبار به رسانه دیگه مراجعه کنن. اما مقایسه بسیار زیادی داره میشه با سرکوب آبان 98 و اتفاقی که در سراوان افتاد. نسخه تمرین شده ای که گفته میشه برای سرکوب قطع اینترنت و ادامه سرکوب جمهوری اسلامی فرا گرفته و اونو انجام میده، و همینطور از واکنش ها میتونن به انتقاد از مرکزگرایی چه در رسانه ها چه در میان فعالان حقوق بشر و همینطور چهره ها اشاره کرد که تصور و درکی از وضعیت اونجا نداره. متشکرم از تو پویا قربانی. نرگس محمدی فعال حقوق بشر با انتشار یک ویدیو و بیانیه مکتوب نسبت به آزار جنسی زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران هشدار داده. خانم محمدی که در 17 مهر گذشته از زندان آزاد شده، با اشاره به شکایت‌های عده‌ای از زنان زندانی در بازداشتگاه‌های امنیتی از بی‌نتیجه ماندن این شکایات و متهم شدن برخی شاکیان به تشویش اذهان عمومی انتقاد کرده. بخشی از صحبت‌های نرگس محمدی رو با هم ببینیم. من یک صحنه رو به شما میگم، اون اینه که من امیدوارم که این صحنه رو دوربین های اوین قطعا گرفتن، و روزی امیدوارم که این صحنه جایی پخش بشه که به شدت توهین‌آمیز و از نظر من یک تعرض بیشرمانه بود. وقتی خواستم من رو سوار دومی ماشین بکنم که جلوی پای من وایساد، من در اعتراض نشستم رو زمین، مقاومت کردم و گفتم با من تا زمانی که نگید با من میخواید چی کار بکنید، من با شما هیچ کاری نمی کنم و هیچ جا نمیام، حتی حاضر نیستم یک کلمه حرفتون رو بشنوم. ناباورانه آقایون اومدن بدن من رو با دستاشون گرفتن و بلند کردن از روی زمین. هیچ تصویر دیگه جز این ندارم بهتون بگم، که خیلی متاسفم این مثال رو میزنم، خیلی توهین‌آمیز هست، ولی وقتی گوسفندا رو بلند میکنن از پشت و پرت میکنن توی وانت، من هیچ برداشت دیگه از این اون لحظه جز این ندارم که منو با سر پشت پژو پرت کردن. من با سر داشتم میرفتم توی ماشین، از ترس اینکه سرم به بدنی ماشین بخوره دستامو بالا آوردم، ساعت مچی بسیار محکمی داشتم، اون به بدنی ماشین خورد و همونجا پخ شد روی زمین. ساعت من از دستم افتاد. من نه شال داشتم نه کت داشتم، با یه بلوز و شلوار بودم و من مقاومت میکردم، نصف بدن من بیرون بود.
آقایون بدن من رو از پایین بدنم گرفتن و بیشرمانه هلم دادن توی ماشین. پاهام رو نمی آوردم، روی پاهام نشستم و ماشین حرکت کرد، پشت در واقع دیوارهای 209 من رو بردن. خیلی متاسفم. وقتی توی ماشین نشسته بودم، آقای رئیس دستور دادن که در واقع رانندهشون دوتا کنت بیاره. وقتی آوردن به من دستور دادن که کنت ها رو روشن کن، سیگار بکشین. وقتی من قبول نکردم برگشتن گفتن اگه خودت نمیکشی سیگار من رو روشن کن. ببینید، من یک زنی هستم که در نظام جمهوری اسلامی ایران من بزرگ شدم. این تحقیرها، این توهینها و این تعرضها رو خیلی خوب میشناسم و خیلی خوب میدونم. یک بام و دو هوا، چطور شد که ما توی زندانها، توی سلولها برای شما مباح شدیم؟ چطور اون حدود شرعی رو شما موظف نیستید رعایت بکنید؟ پس اون چه که میگفتید دروغ بود. برای صحبت بیشتر در این باره، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و همسر نرگس محمدی از پاریس با ما هستند. آقای رحمانی، بیشتر به ما بگید در مورد این ویدیو که خانم محمدی منتشر کردند، چه شد که به فکر انتشار این ویدیو افتادند و جزئیات بیشتر از حرفهایشون رو بگید به ما. ببینید، وقتی که از زندان آزاد شد، یکی از چیزایی که خیلی نرگس زرج میداد این رفتاری بود که باهاش شده بود، نه کتک‌ها، نه برخورد اون آقای نانجیب رئیس زندان اوین به تحریک وزارت اطلاعات و یه نانجیبی که آقای خامنه‌ای باید ببینه که افرادش چقدر نانجیبند. برای کسایی که نجابت دارن خیلی مهمه. واقعا نرگس از بیان این بارها زرش کشید. ما بارها با هم در این مورد گفتگو کردیم. زمینی که سعی میکردم نه ساکتش کنم، آرامش کنم که خشم خوشی کنترل کنه ولی کینه پیدا نکنه. ولی واقعا اون چی که توضیح میداد واقعا دردآور بود. به حساب شخصی من بذارید یک رابطه شخصی بین یک زن شوهر، وقتی این حرفا رو میشنوه و این حکایت ها رو میشنوه، من زندان دیدم، زندان های زیادی هم دیدم. یک نکته هم بگم، لاجوردی سال 58-59 به زندانی ها بگو وقتی زن بازجویی میکنی در اتاق بازجویی باز بذاری. یعنی آقای زیایی در پیشرفت از لاجوردی هم جلوتر اومده و از وزارت اطلاعات از آقای لاجوردی هم در یه جاهایی، اونم یه جنایتکاری بود، جلوتر اومده. این چیزی که نرگس حکایت میکنه از برخورد نشان دهنده یک نوع کینه وحشیانه با یه فعال حقوق بشری و فعال مدنی که متاسفانه زیاد هم تکرار میشه و بیانش ضمنی که دردآوره، ولی خب باید گفت. واقعیت اینه که کتک برای نرگس زیاد مهم نبوده، بدن خونیش مهم نبوده. این نوع رفتارها و تحقیرهایی که رئیس زندان به تحریک نماینده اطلاعات در اوین با نرگس کرده، به خاطری که جنایت آبان رو آورده زیر گوش اینا در اوین تعصن مدنی کرده، گفته آقا ما به این جنایت شما اعتراض داریم و این انتقام. گفتم واقعیت اینه که عذابی که نرگس از این برخورد کشیده برابر از این بازگویی یک تجربه شخصی هست از سوی خانم محمدی، ولی چقدر این یک نمونه هست از اتفاقات مشابهی که شاید داره میفته و خیلی ها دارن سکوت میکنن در موردش؟ ببینید، بازجو باید تو بازجویی زندانی ها بشکنه، تو زندان هم باید بشکنه. من روایت های از دخترهای زندانی در سال 85 رو مطرح هم کردیم قبلا، برخورد هایی که کشاندن مسائل اخلاقی و جنسی در اون کتاب شکنجه سفید هم نرگس مواردیه در مورد این بازجویی ها آورده، تقریبا داره یه شیوه میشه دیگه. ببینید، در اون زمان حاج داوود با آقای لاجوردی میگفت وقتی میخوای توبه کنی و بشکنی یک تجربه جنسی از خودت بگو. حالا الان تحقیر میکنن. ببینید، زن خود اینا میگن که همون سخنان که نرگس میگه، واقعا نوع برخورد باز نگهبان زن با زن برخورد میکنه، اینکه مرد میاد برخورد میکنه چون میده آقایان خیلی حریمون تو ذهنشان شکسته شده و این یک نوع به نظر من یک نوع پاشیدن لجن خودشان به جامعه است و این دیگر نمیتوانن چیزی از اخلاق بگن. ما نوشته خانم نیلوفر بیانی هم داشتیم. به نظر من این دعها یه نوع وقاحتی بر بازجویی افزوده شده، یه نوع وقاحتی که آقایانی که ادعای اخلاق میکنن باید بیان یه مقدار خودشان رو مرور کنن، اگرچه من ادعای اخلاق این آدم رو قبول ندارم و از ته شست دیدم، ولی این میگه داره یه رویه میشه. یعنی یه بخشی از مسئله زنانه و جنسی هم داره وارد
بازجویی میکنه. این برخورد با نرگس به اصطلاح معروف میمونه برای هر کسی هم تکرار بشه، چون آقایان وقتی خشمناک میشن و خودشون به اصطلاح صاحب حق میدانن، ببینید انتقال زندانی پروتکل داره. متشکرم از شما آقای رحمانی. متاسفانه وقت برنامه اجازه بیشتر نمیده با ما در این باره صحبت کنیم. ممنونم از شما تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. گزارشگر ارشد سازمان ملل در مورد قتل‌های فراغذایی از تصمیم دولت جو بایدن برای تحریم نکردن محمد بن سلمان ولیعهد در عربستان، با وجود گزارش اطلاعاتی آمریکا مبنی بر دست داشتن او در قتل جمال خاشقجی ابراز تأسف کرد. فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. دستگاه قضایی گفته دادسرای نظامی برای حوادث سروان تشکیل پرونده داده. در ادامه برنامه درخشش بالرین 16 ساله برزیلی. در ایران پس از آنکه سازمان ثبت احوال برای 9 قدمه نفتکش سانچی گواهی فوت صادر کرد، حالا دادگاه آن را خلاف قانون دانسته و این گواهی ها را باطل کرده. قاضی گفته هیچ دلیل یقین آوری در مورد مرگ آنان و در دست نیست و آنها مفقود الاثر هستند. سانچی که میانات گازی حمل می کرد حدود 3 سال پیش با یک کشتی چینی در نزدیکی سواحل شانگهای برخورد کرد و پس از چندین روز سوختن غرق شد. از 32 قدمه این کشتی 30 نفر ایرانی بودند. تا به حال اجساد 3 نفر پیدا شده. نعمت احمدی وکیل دادگستری از تهران با ما هستن. آقای احمدی، همان زمانی هم که این سازمان ثبت احوال گواهی فوت صادر کرد، خیلی از خانواده ها اعتراض کردن. چه شده که الان بعد از 2 سال دادگاه حکم داده که اینها مفقود الاثر هستند؟ ببینید، از همون ابتدای امر هم خانواده ها با این نحوهی برخوردی که وزیر وقت کار داشت و به عنوان صاحب کشتی درخواست گواهی فوت کرد مخالف بودن، به خاطر اینکه از همون روزای اول تلفن‌هایی زده میشد و بعضن تکرار شده، میگن بیش از 1000 تا تلفن شده که گفتن ما زنده ایم و دادگاه تعیین این مدت رسیدگیشو میکرد. یکی از رأی‌های آلمانه رو داد، اون گواهی فوت فی الواقع درست نبود. بین گواهی فوت مربوط به کسی است که فوت کرده و ما که یقین نداریم فوت کردن. در قانون صراحت داریم اگر مسافری با کشتی مسافرت بکنه، یک زمانبندی شده برای این که ازش خبری نداشتیم بگیم که کی موت فرضی اون صادر میشه. هم از نظر حقوقی، هم از نظر تأثیری که داره، وظیفه‌ای که بر دولت باره است که دنبال چیز بگرده. خب متاسفانه همونطور که متوجه شدید ارتباط ما با نعمت احمدی وکیل دادگستری از تهران قطع شده. امیدوارم بتونیم که در بخش‌های بعدی خبر دوباره این ارتباط رو برقرار کنیم و در این باره صحبت کنیم. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. به گزارش رسانه‌های میانمار، پلیس این کشور امروز در ادامه سرکوب تظاهرات علیه کودتای نظامی یک معترض را کشت. کودتا در میانمار صدها هزار نفر را در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها کشانده. هفته پیش دست کم 3 نفر دیگر هم در شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. ارتش میانمار ابتدای ماه فوریه دولت منتخب آنگ سان سوچی را به اتهام تقلب در انتخابات برکنار و او را دستگیر کرد. مجلس نمایندگان آمریکا بسته حمایتی 1900 میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای مبارزه با کرونا را به آراء قاطع تصویب کرد. این اولین پیروزی آقای بایدن در نهاد قانونگذاری آمریکا به حساب می آید. البته این طرح با انتقاد جمهوری خواهان روبرو شده و باید به تصویب سنا هم برسد. کرونا تا کنون جان بیش از 500,000 آمریکایی را گرفته و میلیون ها نفر را هم بیکار کرده. یک دختر 16 ساله برزیلی که بدون دست به دنیا آمد، یک آرزو داشت، اینکه روزگاری بالرین شود. اما او از صحنه رقص فراتر رفته و به الگوی بسیاری از طرفدارانش در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. این گزارش رو با هم ببینیم. بالرین
با ویتوریا بوئنو آشنا شوید، ستاره رقص باله در آموزشگاهشان. او بدون دست و صد البته با یک موهبت به دنیا آمده. این بالرین جوان الهام بخش اهل ساو پائولو برزیل است. برا من داشتن دست یه چیز جزئیه. من میرقصم، با چشام حرکت دستم رو دنبال میکنم، انگار که دوتا دست دارم، ولی مشکلی ندارم و انگار بهشون احتیاجی نیست، جای خالیشون رو حس نمیکنم. قدرتی که او از رقصیدن گرفته در زندگی روزانه به یاریش آمده. از آنجا که خرید روزانه خانه را انجام میدهد و به رقصنده های دیگر کمک میکند. مادرش میگوید اوایل مطمئن نبود که ویتوریا برای کلاس باله مناسب باشد. وقتی میره بیرون مردم میان آستیناشو بالا میزنن تا ببینن که دست داره یا نه. این کار مردم اذیت هم میکنه. آره شرایط جسمانی ویتوریا منو ناراحت میکنه، اما نه به اندازه رفتار مردم. حالا که ویتوریا در صفحه اینستاگرامش بیش از 150 هزار طرفدار دارد، خوشحال است که میتواند الگوی مناسبی برای دیگران باشد. رقصیدنم به کسانی که مثل من نقص عضو دارند خیلی کمک میکنه. متوجه میشن که نداشتن یک عضو بدن یک مسئله جزئیه. ما از نقص عضو قوی تریم و باید دنبال آرزوهامون باشیم. و فیل‌های یک باغ وحش در بریتانیا میتونن در چارچوب یک طرح محافظت از حیات وحش به هم نوعانشون در طبیعت کمک کنن. این فیل‌ها هزاران بار جلوی دوربین‌های حرارتی ایستادن تا از عکسشون برای ردیابی و نظارت بر جمعیت فیل‌ها در جهان استفاده بشه. هلن بریکس گزارش میده. فیل‌های این باغ وحش در بریتانیا به ژست گرفتن برای عکاسی عادت دارند، ولی از دریچه دوربین حرارتی جور دیگری به چشم می‌آیند. 30,000 سلفی که از آنها گرفته شده تنها جذاب نیست، بلکه برای محافظت از آنها هم اهمیت حیاتی دارد. اونها این عکس‌ها رو با کمک ما از خودشون گرفتن و حالا جواب داده. این میتونه فیل‌ها رو در فاصله‌های مشخص تشخیص بده. ما حالا می‌خوایم این دوربین‌های حرارتی رو در طبیعت کار بذاریم تا به فیل‌های وحشی و جوامع بشری کمک کنه که بتونن در کنار هم زندگی کنن. این عکس ها به دوربین کمک می کند که شکل یک فیل را از گرمای بدنش تشخیص دهد. دوربین می تواند فیلی را که در تاریکی و روز به آن نزدیک شده شناسایی کند و هوشداری مخابره کند. با افزایش جمعیت بشر و ناپدید شدن حیات وحش، انسان ها و فیل ها بیش از همیشه ناچار شدند که با هم در تماس نزدیک باشند. این می تواند به خرابکاری فیل ها و آسیب آنها به مزارع و املاک و کشته شدن انسان ها پایان دهد. انتظار می رود که این فناوری جدید بتواند راه حلی عملی باشد تا انسان ها و حیات وحش بتوانند در هماهنگی زندگی کنند و از حیوانات در حال انقراض هم محافظت شود. هلن بریکس، بی بی سی نیوز. و با این گزارش می رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.